افزایش واردات و ورشکستگی ادعاهای آخوند روحانی. همین سالن کسایی هستن که قبلا تولید کننده بودن و الان مجبور شدن برن جنسای چینو بیارن. وقتی ماشین ساز خسته میشه از این نوع برخورد، کم کم همه راغب میشن که برن بیارن. کشور ما که بزرگترین مصرف کننده پارچه چادر مشکی در دنیاست، به جای اینکه بزرگترین تولید کننده باشه، بزرگترین وارد کننده این نوع پارچه است. یکی از تبلیغات آخوند روحانی علیه پاسدار احمدی نژاد در هنگام نمایش انتخابات این بود که تولید ملی را نابود کرده و ایران را عرصه واردات همه چیز قرار داده است. تلویزیون رژیم در همان ایام گفت بر اساس این آمار تو سال 91 نیم تن مارمولک، بیش از 1,000,000 تن آدامس، نیم تن غذای سگ و گربه، بیش از 130,000 کیلو فرآورده های آرایشی، 22 تن عصا، 26 تن کلاهگیس، 1 تن ریش و ابروی مصنوعی، 2000 تن سگ ماهی، 500 تن کلنگ و 820 تن بیل وارد کشور شده. اما این روزها افتضاح واردات همه چیز و نابودی تولید داخلی آنچنان گسترده شده که باندهای مختلف حکومتی به ناچار به آن اعتراف می‌کنند. از جمله شهلا میرگلو بیات، عضو مجلس ارتجاع از ساوه و زرندیه گفت افزایش 125% واردات موجب رکود و تعطیلی کارخانه‌ها و بیکاری کارگران مراکز صنعتی ساوه و زرندیه شده است. حسن تامینی، عضو دیگر مجلس ارتجاع نیز گفت نیاز کشور به برنج وارداتی سالانه 500,000 تن است که با واردات 3,000,000 تن برنج در سال کمر برنجکاران گیلانی و مازندرانی شکسته شده است. یک کارشناس صنعت به نام بهروز صادقی به رسانه‌های حکومتی گفت در حال حاضر یکی از معضلات عمده‌ای که تولید را در کشور دچار بحران کرده است واردات بی‌رویه محصولاتی است که تولید کنندگان داخلی قدرت تولید آنها را در کشور دارند و می توانند پاسخگوی نیازهای داخلی و در برخی مواقع صادرات باشند. البته سودهای سرشاری که عوامل رژیم از امر واردات دارند هیچ مجالی برای تولید داخلی نمی گذارد که اصلی ترین شاخص برای رشد اقتصادی می باشد. واردات که خیلی زیاده، وارد کننده میاد اینجا که میخواد مثلا با ما کار کنه یا بار ماشین بیاره. 16 ماه پس از باند غارتگر احمدی نژاد، باند روحانی با گام‌های بلندتری در غارتگری به واردات کالا حتی در مورد ساده‌ترین محصولات روی آورده است، به طوری که روزنامه حکومتی جهان صنعت نوشت ایران سالانه 30 میلیارد عدد چوب بستنی از چین وارد می‌کند که این رقم معادل 95% چوب بستنی در ایران است، که این میزان چوب بستنی 240 میلیارد تومان هزینه برمی‌دارد. بر اساس برآوردهای کارشناسان رژیم هر 1 میلیارد دلار واردات کالا 100,000 شغل را در ایران از بین می‌برد. در همین حال به گزارش رسانه‌های حکومتی واردات از چین 5 برابر شده است. خبر بعدی این که واردات ایران از چین 5 برابر شدن. گمرک چین اعلام کرده که واردات ایران از چین در مدت 6 ماه سال جدید میلادی رشد 122% داشته. با همه این حجم از واردات و از بین رفتن تولید داخلی، آخوند روحانی در جالگرانه مدعی رشد 4.6% اقتصادی و کاهش بیکاری شد. اما روزنامه حکومتی رسالت در پاسخ به ادعاهای پوشالی آخوند روحانی نوشت آمارها نشان می‌دهد نرخ بیکاری نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش نیز داشته است، اما دولت مدعی است رشد اقتصادی با نفت 4.6% و بدون نفت 4.4% بوده است، ولی تعداد بیکاران نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش هم داشته است. معلوم نیست ما در حالی که در فروش نفت به خاطر تحریم ها پیشرفتی نداشتیم این رشد از کجا حاصل شده است. 1 سال و چند ماه پس از ادعاهای دروغ آخوند روحانی، حالا دیگر برای همگان روشن شده است که همان گونه که مقاومت ایران بارها گفته است ریشه تمام مشکلات اقتصادی در نظام فاسد و غارتگر ولایت فقیه است
و تغییر باندها در مدیریت این حاکمیت تغییری در روند نابودسازی اقتصاد ایران ندارد.